سلام به دوستان عزیزم، امروز اومدم پیشتون، میخوام براتون یک شیرینی کشمشی خوشمزه درست کنم. مواد لازم این شیرینی رو من بهتون میگم: 260 گرم آرد احتیاج داریم، 205 گرم شکر قهوه‌ای روشن من برای ساختن این شیرینی استفاده میکنم، 170 گرم کره که من از قبل از یخچال در آوردم و دمای خونه رو گرفته، 125 گرم کشمش. من از این کشمش‌های سیاه استفاده می‌کنم. این کشمش‌ها می‌دونید که در آفتاب خوش شده و من ترجیحاً دوست دارم همیشه از این کشمش استفاده کنم. و 2 قاشق چای خوری بکنگ پودر، 1 دونه تخم مرغ بزرگ. من از وانیل مایه استفاده میکنم، اگر شما در دسترس ندارین میتونین از 1 بسته وانیل 8 گرمی استفاده کنین. 1 قاشق چای خوری نمک و حدود 3 قاشق غذاخوری هم شیر. خب ما اول کرمو که تو دمای خونه بوده و نسبتا نرمم شده با همزن شروع به همزدن میکنیم. شما میتونین با این همزنهای برقی معمولی هم، اگر از این همزن ندارین، از اون همزنهای برقی معمولی استفاده کنید. این کرمونو حدود 2-3 دقیقه میذاریم رو درجه متوسط تا یکم مخلوط بشه و بعد شکر رو بهش اضافه میکنیم. خب این کره مقداری مخلوط شد، این شکر قهوه‌ای روشن رو بهش اضافه میکنیم و وانیلمونو و میذاریم 2-3 دقیقه کاملا با هم دیگه مخلوط بشه که یه مایه لطیف و یک دستی به وجود بیاد. ما بعد از 2 دقیقه که هم زدیم، دوباره اینو با قاشق میاریم وسط این موادو که اگر به دور ظرفمون چسبیده جدا بشه و مایمون راحت تر و بهتر مخلوط بشه و دوباره به هم زدنمون ادامه میدیم. خب ما تخم مرغمون رو اضافه میکنیم و میذاریم دوباره این مواد با تخم مرغ مخلوط بشه. خب این مواد شکر و کره و تخم مرغمون رو ما چند بار نگاه میکنیم که ببینیم کاملا این شکر ما نرم شده باشه. برای همین نگاه میکنیم، بعد دوباره با قاشق دور ظرف رو تمیز میکنیم، میاریم وسط که این مواد کاملا با هم خوب مخلوط بشه. من گفتم یه مقدار کمی نمک 1 قاشق چای خوری داخل آرتمون میریزیم، بیکنگ پودرمون رو اضافه میکنیم، اینا رو کاملا اینجوری با هم هم میزنیم که این مواد کاملا با آردمون مخلوط بشه و کشمشمون رو اضافه میکنیم. اینم اینجوری با قاشق با آردمون کاملا مخلوط میکنیم. دیگه این مرحله خیلی احتیاج نداره که بخوایم با همزن استفاده کنیم. خب اینا کاملا مخلوط شد، اینا داخل موادمون میریزیم. خب و دوباره همزن رو روشن میکنیم به درجه متوسط که این موادمون کاملا با هم مخلوط بشه. خب این مواد یه مقداری که مخلوط شد، دوباره با قاشق این مواد رو جمع میکنیم که به بغل ظرف همزنمون چسبیده. این مواد رو میبینید شما یکم سفته، برای همین ما از یکمی شیر استفاده میکنیم که یکم موادمون یکم شلتر بشه. خب من در من حدود 2 قاشق غذاخوری شیر داخل این ریختم. الان دوباره هم میزنم، دوباره نگاه میکنم، اگر احتیاج داشت دوباره 1 قاشق دیگه شیرم باز بهش اضافه میکنم.
جمعاً 3 تا قاشق غذاخوری شیر برای این مواد کافیه. خب این موادمون آماده است. من 2-3 دفعه با قاشق غذاخوری شیر اضافه کردم. اینو میایم با کف دستمون یکم قلقلیای معمولی درست میکنیم و فقط این نکته رو به دوستان عزیزم بگم، فاصله هر شیرینی با شیرینی بعدی باید 5-6 سانت باشه، چون اینا وقتی که حرارت میخوره پخش میشه و وقت ممکنه به هم بچسبه. دوباره اینجوری به فاصله 5-6 سانت. این دیگه بستگی داره که بخواین شیرینیتون کوچیک باشه، بزرگ باشه. وقتی که اینا رو در ظرف چیدین میتونید یه کمی اگه دوست داشتین یه کمی با کف دست با سر انگوشتتون فشار بدین، خیلی کم به این صورت. فر رو از قبل رو درجه 190 گرم میکنین. این شیرینی ها باید به مدت 12 دقیقه تا 15 دقیقه داخل فر باشه، نباید بذاریم رنگشون قهوه‌ای تیره بشه و بعد از فر در میاریم. خب این شیرینی های خوشمزه آماده است. نمیدونید که این شیرینی ها چقدر خوشمزه و عالی شدن. امیدوارم این شیرینی خوشمزه رو درست کنین برای شب عیدتون و لذت ببرین. این شیرینی خیلی ترد و خوشمزه است. شما اگر شکر قهوه‌ای هم در دسترس ندارین میتونین با شکر سفید معمولی این شیرینی خوشمزه رو درست کنین. اینم سبزه عید منه که مادر عزیزم درست کرده. امیدوارم که پیشاپیش سال نو رو به همه شما دوستان عزیز تبریک میگم. تا برنامه بعد همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.